وزارت خارجه آمریکا. رژیم ایران از سفارت‌هایش برای اقدام تروریستی استفاده می‌کند. مایک پومپئو: عوامل رژیم ایران مشغول توطئه تروریستی در پاریس بودند. آمریکا: نامگذاری تروریستی یک گروه مرتبط با رژیم ایران در بحرین. با سلام، در خدمت شما هستیم با در یک نگاه این ساعت. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری درباره سفر هیئت آمریکا به عربستان سعودی گفت: ما در مورد اینکه رژیم ایران چگونه از سفارت‌هایش به عنوان پوششی برای حملات تروریستی استفاده می‌کند گفتگو کردیم. جدیدترین نمونه آن توطئه‌ای بود که در بلژیک خونسا شد. ما دیپلمات ایرانی را داشتیم که خارج از سفارت اتریش به عنوان بخشی از توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی رهبران اپوزیسیون ایران در پاریس فعال بود. آمریکا از تمامی کشورها می‌خواهد به دقت در مورد دیپلمات‌ها در سفارت‌های رژیم ایران تحقیق کنند تا از امنیت کشورهای خود مطمئن شوند. مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا درباره توطئه تروریستی رژیم ایران در پاریس به سابقه تروریستی این رژیم از سال 1984 در اروپا اشاره کرد و گفت: این تازه‌ترین نمونه آن است که رژیم ایران از پوشش دیپلماتیک برای تروریسم استفاده می‌کند. رژیم ایران تهدیدی ماندگار برای کشورهاست. به همین دلیل باید همه کشورها هوشیار باشند. ما از نزدیک با بلژیک و اتریش و آلمان کار می‌کنیم و تا تعیین تکلیف توطئه بمب‌گذاری در پاریس که دو سخنران آمریکایی در آن حضور داشتند خواهیم رفت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با اسکای نیوز به توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس اشاره کرد و گفت: به صراحت بگویم ما اکثراً در توافقیم. اروپایی‌ها تهدیدی را که رژیم ایران اعمال می‌کند را می‌فهمند. در واقع همین هفته گذشته بود که ایرانیانی در اروپا دستگیر شدند که آماده انجام یک توطئه تروریستی در پاریس فرانسه بودند. ما این رفتار شریرانه را در اروپا دیده‌ایم. اروپاییان این تهدید را می‌فهمند. الاوروبيون يعون هذا التهديد. نحن نعمل على حل خلافاتنا. الشعب الامريكي استنتج ان الاتفاق النووي ليس له معنى وانه يشكل فعلا طريقا لايران لامتلاك السلاح النووي. امریکا به منظور فشار به رژیم ایران یک گروه شبه نظامی در بحرین وابسته به رژیم ایران را روز سه‌شنبه به عنوان یک سازمان تروریستی نامگذاری کرد. نتن سیلز، هماهنگ کننده ضد تروریسم در وزارت خارجه، طی اطلاعیه این نامگذاری را اعلام کرد و گفت: تیپ های الاشدار یک گروه دیگر در امتداد تروریست های تحت حمایت رژیم ایران است که از طرف یک رژیم فاسد دست به قتل افراد می زنند. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب رژیم در استان کرمان با اعتراف به وضعیت بحرانی آب گفت: آب در استان کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد. وی همچنین اعلام کرد که از این به بعد آب در شهرهای کرمان، رفسنجان، بم، گنبکی، نودج، دهج، جوز و زهکلوت در این استان جیره‌بندی می شود. غواصان در تایلند تمام 13 نفری را که بیش از دو هفته در غاری در جنوب این کشور گرفتار شده بودند نجات دادند. آنها به دلیل بارانهای سیلاسا و بالا آمدن آب در نقطه‌ای در اعماق غار گرفتار شده بودند و راه خروجی آنها بسته شده بود. روز سه‌شنبه گروه غواصان 4 نوجوان باقی مانده را به همراه مربیشان از غار بیرون آوردند. این نوجوانان 11 تا 17 ساله اعضای یک تیم فوتبال هستند. این بود در نگاه این ساعت. همین شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا بخش بعدی. خدا نگهدار.